پناهندگی در آلمان مصاحبه شما از جنگ و سرکوب به آلمان پناه آورده اید در اینجا شما می توانید از یک قانون مهم بهره مند شوید حق پناهندگی شما باید به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی بوندس für فور میگراسیون اون به اختصار بمف درخواست پناهندگی بدهید پناهندگی تنها تحت شرایط خاصی اعطا می شود بمف بررسی می کند آیا تقاضای پرندگی شما واجد این شرایط است یا نه. شما از بمف یک نامه با یک تاریخ برای مصاحبه دریافت می کنید. در این جلسه یک کارمند بمف به دقت به سخنان شما گوش خواهد داد، مدارک شما را بررسی خواهد کرد و تصمیم خواهد گرفت آیا شما در آلمان به عنوان پناهنده شناخته خواهید شد یا نه این جلسه برای شما بسیار مهم است در این جلسه شما تعریف می کنید چه اتفاقاتی در کشور شما برایتان افتاده است و چرا ماندنتان آنجا دیگر ممکن نبوده. همچنین توضیح می دهید در صورت برگشت با چه خطری مواجه خواهید شد. زیرا اطای پناهندگی به شما فقط در صورتی مجاز می باشد که اطمینان حاصل شود شما در سرزمین خود به دلیل جنگ یا سرکوب و آزار و اذیت در خطر بوده اید. چه مسائلی ممکن است دلایل آزار و اذیت باشند؟ فرفولگونگ پیگرد و تهدید به این معنی است که حکومت شما در سرزمینتان از شما در مقابل خطر جانی یا تبعیض دفاع نمی کند. انسان ها ممکن است به دلایلی مثلا قومی یا نجادی، دین یا مذهبشان، فعالیت های سیاسی، رنگ پوست، جنسیت و گرایش جنسی مورد تهدید، تبعیض و سرکوب واقع شوند. این آزار اذیت می تواند از سوی حکومت یا گروه های دیگر یا حتی خانواده خود باشد. ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا نوبت مصاحبه شما برسد. از این زمان برای آماده سازی خود برای مصاحبه استفاده کنید. این مهم است که شما در مصاحبه چیزی را فراموش نکنید برای تمرین آنچه به شما گذشته است را بنویسید و برای دیگران تعریف کنید همه چیز را به ترتیب زمانی و با جزئیات هرچه بیشتر توصیف کنید برای هر انسان بزرگسال یک مصاحبه جداگانه برگزار می شود طولانی یا پیچیده بودن سرگذشت های تعریف شده مشکلی نیست این حق شماست تمام آنچه را که به نظر شما مهم است تعریف کنید بدون آنکه وقت شما را قطع کنند اگر اطلاعات و جزیات خاصی را به دقت نمی دانید، مهم است که به ندانستن آن اشاره کنید. از خود چیزی ابدا نکنید. معمولا مشخص می شود و باعث رد شدن درخواست پرندگی تا می شود. در طول مصاحبه سالات زیادی از شما پرسیده خواهد شد تمرکزتان را به این خاطر از دست ندهید قبلا از یک مرکز مشاوره برای ماجران یا یک وکیل متخصص مشورت بگیرید حتما تمام مدارک را که گفته هایتان را تصدیق می کنند به همراه داشته باشید. عکس ها، ویدیو ها، ایمیل ها، نام ها، اسناد، مدارک پزشکی، بس بندی داروهای پزشکی، بریده جرایت، پست های فیسبوکی، استشادیه و غیره. اگر مدارک و اسنادی دارید که در زمان مصاحبه هنوز در دسترس نیست، حتما اشاره کنید که آنها را بعدا تحویل می دهید. بنف حضور یک مترجم را هم برایتان مهیا می کند. در حین مصاحبه باید فقط آن چیزی که شما میگویید ترجمه شود. اگر شما مترجم را نمیفهمید یا به او اطمینان ندارید در مصاحبه بگویید تعارف نداشته باشید. حتی می توانید اگر بخواهید یک مترجم و یک همراه با خود بیاورید. شما حتی می توانید درخواست کنید که یک آقا یا یک خانم مصاحبه کننده یا مترجم شما باشند. همه موارد باید قبل از مصاحبه به طور کتبی درخواست شده باشد. مصاحبه به شدت محرمانه است. هیچ کس اجازه بازپخش گفته شما را ندارد. شاید برای شما سخت باشد درباره تجربه های تلخ صحبت بکنید. جای نگرانی نیست. راحت باشید. شما اجازه دارید در طول مصاحبه درخواست استراحت بکنید یا حتی در صورت لزوم در یک روز دیگر ادامه دهید. تمام مصاحبه در یک پروتکل نوشته می شود. شما این حق را دارید این نوشته را به زبان خود ترجمه و بررسی کنید. بهتر است این کار را بکنید تا در صورت وجود اشتباهات یا سوء تفاهمات اعتمالی آنها را برطرف کنید. فقط در صورت کامل و درست بودن نوشته آن را امضا کنید. در حالت عادی پروتکل طی چند هفته به صورت پستی برای شما فرستاده می شود در غیر این صورت تماس بگیرید بعد از مصاحبه زمان سپری خواهد شد سپس نامی با نتیجه درخواست پناهندگی دریافت می کنید این نامه مهم است و همین دلیل باید همیشه آدرس خود را به اطلاع بمف برسانید اگر پاسخ درخواست شما مثبت باشد اجازه اقامت موقت به فریست آفنهالس اعلاب نیست خواهید گرفت. در غیر این صورت یعنی اگر شما به عنوان پناهنده شناخته نشوید می توانید به این تصمیم اعتراض کنید برای منظور زمان کمی در اختیارتان است. از لحظه ای که این نامه برایتان فرستاده می شود به همین منظور پاکت نامه را نگه دارید زیرا زمان ارسال نامه روی آن مشخص است. سریع به یک مرکز مشاوره یا یک وکیل مراجعه کنید توجه به یک نکته برای تمام مراحل درخواست پناهندگی مهم است این حق شماست که درخواست شما به دقت بررسی و گفته های شما به طور کامل شنیده شود پناهندگی یک موضوع پیچیده است هر وقت به سوالی برمیخورید بهتر است برای خود کمک و مشاوره مهیا کنید برای مثال می توانید به این مکان ها مراجعه کنید